این هفته در کلیک، شارژ خودروی برقی چقدر طول میکشه، چقدر میشه باهاشون رفت و چقدر برای محیط زیست بی‌ضررن. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم و در این برنامه میخوام برم سراغ خودرو. خودروهای معمولی نه، حتی خودروهای هیدروژنی و دوگانه سوز هم نه، خودروهای برقی. شما خودتون میدونید که راه‌های مختلفی هست میتونه آدم این برانور بره و به محیط زیست آسیب نزنه، میتونید برین سراغش تحقیق کنید، ولی من مد نظرم خودروی برقیه. علتش هم اینه که خودروهای برقی امسال ترکوندن و روز به روز به تعداد کسایی که میخوان از این خودروها استفاده کنن داره افزوده میشه. در این برنامه میخوایم به سوالات این آدم‌ها جواب بدیم، بگیم آیا الان زمان مناسبی برای برقی شدن هست یا نه. ما قیمت خودروهای برقی و هزینه استفادهشون رو بررسی میکنیم، اینکه چه مسافتی رو میشه باهاشون رفت و اینکه آیا واقعا همون قدری که به نظر میان برای محیط زیست بی‌ضررن. در سالهای اخیر بزرگترین جهش در بازار خودروهای برقی با تسلا رخ داد. اولین مدلش رودستر سال 2007 به بازار اومد. سال 2011 نیسان و میتسوبیشی خودروهای تمام برقی به قیمت خیلی معقول تر تولید کردند، لیف و مای ایوی. اما از اون به بعد تولید خودروی تمام برقی یه مقدار بالا و پایین داشت. فورد تولید مدل برقی فوکوس رو متوقف کرد. شورلت بولت جنرال موتورز هم چندان در بازار موفق نبود. البته زوی رنو محبوب شد، ولی بقیه خودروسازهای بزرگ اروپا مثل موتور خودروهای برقی بی سر و صدا بودند تا امسال. خب تاریخ بسه، یه سر بریم به نمایشگاه خودرو فرانکفورت تا ببینیم آیا خودروهای برقی تونستن خودی نشون بدن یا نه. چیزی که همه از مدیران خودروسازهای بزرگ آلمان در بزرگترین نمایشگاه خودروی دنیا میپرسیدن این بود: چرا باید 10 سال از تسلا در تولید خودروی تمام برقی عقب باشیم؟ ما خیلی وقتها اولین یا سریع ترین نیستیم، ولی وقتی وارد یه عرصه میشیم با قدرت وارد میشیم. تسلا از اول روی تولید ماشین برقی متمرکز بوده و از حق نگذریم در این عرصه خیلی از بقیه پیش بوده و راه رو باز کرد. ولی اگه تولیدات شرکت‌های دیگر رو که ماشین معمولی هم تولید می‌کنن نگاه کنین، امسال اولین باره که ماشین‌های برقی با برد زیاد و واقعاً قابل استفاده در زندگی روزمره تولید کردن. پاسخشون به طور خلاصه اینه که می‌خواستن محصول خوب تولید کنن. مثلا فولکس واگن کلاً 3% فروش پارسالشون خودروی برقی بوده. با این حال این حوزه رو جدی گرفتن. برداشتشون اینه که آینده از آن خودروهای برقیه. این طرح‌های باحال در واقع مربوطند به آینده، البته احتمالاً. هر خودروساز یه چند تایی ایده مفهومی آورده بود. نکته جالب در مورد قرفه فولکس واگن این بود که همه طرح‌های آیندهش برقی بودند. خودرویی رو که واقعاً رونمایی کردن ID3 بود. میشه گفت مدل برقی گلفه با باتری پر. بسته به اینکه کدوم مدلش رو بخرید بین 320 تا 540 کیلومتر میره. قیمتش هم به نسبت درآمد اینجا بد نیست. از 30,000 یورو شروع میشه. نکته مهم ID3 اینه که باتریش 8 سال گارانتی داره. یعنی اگه بیش از 1/4 شارژش در حالت نو رو از دست بده، به رایگان عوضش میکنند. فولکس واگن تا حالا چنین کاری نکرده بود. سوال اینه که آیا مصرف کننده ها به شرکتی که سر دنیا رو شیره مالید و میزان آلاینده های خودروهای دیزلش رو کم اعلام کرد اعتماد میکنن؟ ما پول هنگفتی صرف کردیم که به هدفهای تعیین شده در حوزه آلاینده ها برسیم، ولی موضوع فقط دی اکسید کربنی که ماشین در حال حرکت تولید میکنه نیست. مثلا باتری ها بعد از عمر معمول ماشین که 8-9 ساله همچنان سالمند و میشه دوباره ازشون استفاده کرد. ما در همه نه، ولی در بیشتر کشورهای اروپایی خدماتی داریم که طبق قرارداد مصرف کننده موقع رانندگی از انرژی سبز استفاده کنه. آودی در 10 سال گذشته در حوزه خودروهای برقی فعال نبوده، هرچند الان این رو تولید کردن. ببخشید، این از طرح‌های آینده است، منظورم این بود.
اولین خودروشون یک شاسی بلنده که به درد خانواده ها میخوره. ولی پرسش اینه که خانواده ها میتونن 70,000 دلار بالای این خودرو بدن؟ تصور من اینه که برداشت کلی در بازار اینه که مدل برقی هر ماشین از مدل بنزینیش یه مقدار گرون‌تره. فکر میکنم اتفاقی که خواهد افتاد دست کم در مورد آودی اینه که یه مقدار روی بخش‌های پایین‌تر جامعه تمرکز میکنیم که افراد بیشتری بتونن ماشین برقی بخرن. مگه چقدر خانواده هستن که بتونن 90,000 یورو بالای خودرو بدن؟ خیلی ها هستن. ایترون امسال به بازار اومد. با باتری پر حدود 510 کیلومتر میره. قرار سال بعد یه مدل اسپورت و گرونتر هم تولید کنند. سال 2021 هم یه شاسی بلند متوسط تولید میکنند. مثلا شبیه Q3 ولی برقیش. اما توی غرفه بنز یک مدل بود که به مراتب از تولیدات آودی ارزونتر تمام میشد. اسمارت EQ دو نفره کابریو که قیمتش مثل آودی عقل از سر آدم نمیپرونه. دونه 25,000 ولی با یه بار شارژ به زحمت 140 کیلومتر میده. این مدل قراره به سری EQC اضافه بشه. این طور که بوش میاد بنز سال دیگه 5-6 مدل تمام برقی دیگه هم تولید میکنه. ولی بعضیا اصلا دوست ندارن صدای موتور بنزینی رو از دست بدن. وقتی حتی لندروور تصمیم میگیره دیفندر برقی درست کنه میشه فهمید که واقعا موج افتاده. خودروی لندروور خودش با وایرلس نرم افزارش رو به روز میکنه. حتی تاکسی سیاه محبوب لندن هم داره برقی میشه، هرچند این یکی مدل سفیدشه. تولید کنندش تخمین میزنه سال آینده در کل اروپا 20,000 تا از اینا بفروشه. با تاکسی برقی هزینه راننده ها میاد پایین. باید دید کرایه میاد پایین یا نه. و اما خودروهای اسپورت. توی غرفه لامبورگینی گفتن حالا قرار نیست مدل برقی تولید کنن. فراری که امسال توی نمایشگاه غرفه نداشت، قرار سال 2022 یک مدل دوگانه سوز بده، ولی تمام برقی نه. در نتیجه بار خودروهای اسپورت افتاد گردن پورش. و چه میکنه این پورش؟ اسم اولین مدل تمام برقی پورش تایکانه. 0 تا 100ش 3.2 ثانیه است و با باتری پر حداقل 450 کیلومتر میره. قیمتش 115,000 پوند ناقابله. ولی بازم از مدل مشابه بنزینش یعنی 911 توربو 12,000 پوند ارزان‌تره. خب لابد برای بعضی اینا پولی نیست، ولی حدسم اینه که بیشتر مردم اگه بخوان خودروی برقی بخرن میرن سراغ مدل‌های ارزان‌تر مثل گلف برقی فولکس واگن. خودروی برقی پورشه رو که دیدیم به این فکر افتادیم که یه مسابقه را بندازیم تا ببینیم که یک خودروی برقی چقدر میتونه سریع بره. و خب این مسابقه رو انداختیم. این شما و این همکاران ماشین باز کلیک. بریم با هم این مسابقه رو ببینیم. اسم این لامبورگینی هوراکان سوپر تروفو است. موتور بنزینی V10 روش سواره با توان 600 اسب. این هم مدل سدان تسلا است، معروف به مدل S. هر چهار چرخش متحرکه ولی وزنش دو برابر لامبورگینیه و البته قیمتش هم 1/3. پیستمون کوتاهه ولی اونقدر هست که هر دو ماشین به سرعت 100 کیلومتر در ساعت که معیار سنجش شتاب در صنعت خودروست برسن. هر دو ماشین سریع‌ترین مدلشونن. ضمناً نتیجه مسابقه هرچی شد شما تو خونه تکرارش نکنید. ما همه جور مسائل ایمنی رو رعایت کردیم. مهمترینش هم این که جانی مدرس رسمی رانندگی ماشین مسابقه است. صبح تا شب کارش همینه که مردم کوچه خیابون رو زهره ترک کنه. و اما در صندلی شاگرد جناب مارک نشسته که مواظب باشه خطایی رخ نده. البته به شرطی که از ترس سکته نکنه. اما کی قرار تسلا رو که یکی از بهترین ماشین‌های اسپورت بازاره برونه؟ بله، جناب استیک از تخت گاز. ببخشید، استیک نتونست بیاد. من به جاش میرونم. عیب نداره؟ ظاهراً لارای خودمون باید مسابقه بده. موتورا رو روشن کنین. آماده؟ من صرفاً مسافرم، قرار نیست کاری بکنم. میشینم تماشا میکنم و یکم زود ترمز کردم ولی مشخص بود که بردم.
البته من داور نیستم، ولی به نظرم نتیجه واضح بود. مرسی، واقعا اصلا انتظار نداشتم از شما جلو بزنم. چی کار کردی؟ دیدی؟ خیلی خوش گذشت. واقعا عالی بود. خسته نباشین. جانی خسته نباشی. به نظر خودت به عنوان راننده حرفه‌ای مسابقه چجوری این ماشین برد؟ باورم نمیشه اینجوری باختم. واقعا عجیبه نه؟ خودم هم باورم نمیشه. دلیلش اینه که این برقیه، در نتیجه انتقال قدرتش کاملا خطیه، لحظه‌ایه. با لامبورگینی من تا آخر مسیر 3 بار دنده عوض کردم، ولی این انتقال قدرتش خطیه، بوم صاف میره بالا. توی فواصل کوتاه مثل این غیر ممکنه لامبورگینی ببره. به نظرم هر چند بار مسابقه بدن تسلا راحت‌تر میبره. مرسی از توضیحاتت. اگه تکه مسابقه رو ندیدین یا هنوز باورتون نشده دوباره ببینید. 3 2 1. این هفته هیئت ایمنی حمل و نقل ملی ایالات متحده آمریکا اشکالات نرم افزاری ماشین خودران اوبر را که سال گذشته موجب مرگ زنی در آریزونا شد اعلام کرد. در این گزارش آمده که این خودرو نتوانسته به درستی او را به عنوان عابر پیاده که در جاده کم نور با دوچرخه رد می‌شد شناسایی کند. پژوهشگران آمریکایی و ژاپنی برای هک کردن دستگاه‌های گوگل هوم، آمازون اکو و هوم‌پاد اپل از پرتوهای نور استفاده کردند تا خطرات امنیتی و حریم خصوصی آنها را برجسته کنند. در این آزمایش یک لیزر موفق شد یکی از دستگاه‌ها را از فاصله 40 متری کنترل کند. هدایت کنندگان پهپاد در بریتانیا باید تا پایان ماه نوامبر اطلاعات شخصیشان در سازمان هواپیمایی این کشور ثبت کنند. در غیر این صورت جریمه میشن. پژوهشگران در آمریکا میگن به کمک چاپ سیبودی پوستی تولید کردند که زنده است و حتی رگهای خونی داره. دانشمندان سلولهای با رگهای خونی را با کلاژن حیوانات ترکیب کردند و داخل پوست سیبودی قرار دادند. با این کار افرادی که دچار سوختگی شدند میتونن در آینده پیوندهای پوستی بهتری دریافت کنند. و پژوهشگران در دانشگاه هاروارد از اورچینبات یا ربات خارپشت دریایی که پوشیده از شاخک‌های انعطاف‌پذیر است رونمایی کردند. این ربات دوزیست برای حرکت از پمپ، دریچه و آهنربا استفاده می‌کنه و می‌تونه به پاکسازی اقیانوس‌ها کمک کنه. البته سرعتش کم است و با حداکثر سرعت 6 میلی‌متر در ثانیه حرکت می‌کنه که نصف سرعت یک خارپشت دریایی واقعی است. از چراغ توی خونه تا هواپیمایی که باهاش میریم سفر، زندگی ما آدم‌ها سیاره‌ای رو که روش زندگی می‌کنیم متأثر می‌کنه. در بریتانیا 1/3 کل آلاینده‌ها از وسایل نقلیه بنزینی بیرون میان، چه روی زمین چه توی هوا. در نتیجه اگه خودروها برقی بشن تولید دی اکسید کربن کم میشه. انرژی خودروهای برقی به جای پمپ بنزین از نیروگاه میاد. ولی آیا این تغییر برای نجات زمین کافیه؟ ترکیب سوختی که در نیروگاه‌ها استفاده میشه در کشورهای مختلف فرق میکنه. مثلا لهستان بیشتر برقش رو از سوختهای فسیلی میگیره، ولی نیروگاه‌های فرانسه عمدتاً هسته‌ای‌اند که ضایعات کربنیش به مراتب کمتره. نیروگاه‌های بریتانیا ترکیبی از سوخت فسیلی، هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیرند. در نتیجه باید برای نیروگاه‌های آلاینده هم فکر کرد. صرف اینکه خودروها رو برقی کنیم مسئله رو حل نمی‌کنه. ولی حتی اگر همه این عوامل رو در نظر بگیریم، تمام انرژی و مواد و منابعی رو که برای ساخت باتری برقی استفاده میشه حساب کنیم، باز هم کل ضایعات کربنی، یعنی ضایعاتی که در طول عمر ماشین برقی به ازای هر کیلومتر طی مسافت تولید میشه، به طور متوسط کمتر از ماشین‌های با موتور احتراق داخلیه. تا زمانی که ماشین رو با انرژی بی‌پایان باد و هسته‌ای و خورشید شارژ می‌کنی، ماشین برقی صرفاً به همین یک دلیل به مرور پاک‌تر و ارزان‌تر میشه. سوال این که اگه همه به جای خودروهای با سوخت فسیل سوار خودروهای برقی بشن، برق نیروگاه‌ها کفاف خواهد داد؟ اگه تعداد زیادی راننده یهو تصمیم گرفتن همزمان خودروشون رو شارژ کنن چی؟ اگه فرض کنیم هر کسی که از سر کار برمیگرده خونه ماشینش رو بزنه به شارژ، برای تامین برق همشون بعد انرژی 15 تا 20 نیروگاه بزرگ وارد مدار بشه.
اما اگر سیستم رو طوری طراحی کنیم که بتونیم تعیین کنیم که شارژ کی صورت میگیره، در اون صورت توانی که الان داریم حتی بیش از میزان مورد نیاز برای تردد روزانه ماشین هاست. فقط کافیه شب ماشین رو یه مقدار دیرتر یا صبح یه مقدار زودتر بزنن به شارژ. اگه واقعا بخوایم دنیامون پاکتر و عاری از آلاینده باشه، ناگزیر باید نگاهمون رو به مقوله حمل و نقل کاملا عوض کنیم. بعضی حکم‌ها حتی در دنیای ماشین‌های برقی هم همچنان صادقه. مثل اینکه بهتر راه بریم، بهتر دوچرخه سوار شیم، بهتر از وسایل رفت و آمد عمومی استفاده کنیم. یا اگه باید ماشین داشته باشیم، ماشین کوچکتر بگیریم و اگر ماشین کوچک داریم، برقیش رو بگیریم. این اصول در هر حالتی صادقه. البته بخش بزرگی از معادلات محیط زیست بازیافته. برای همین می‌خوایم بدونیم باتری‌ای که عمرشون تموم میشه یا خودرویی که کهنه میشن چه سرنوشتی پیدا می‌کنن. اغلب خودروسازهای بزرگ باتری خودروی برقی جدیدشون رو 8 سال یا 160 هزار کیلومتر گارانتی میکنن. هرچند برخی پژوهشگران بر این باورند که باتری های لیتیوم یونی که در خودروهای برقی به کار میرن خیلی بیشتر از این عمر میکنن. باتری هرچقدر عمر کنه بالاخره یه روز تموم میشه. باید یه کاریش کرد. مسئله فقط این نیست که باتری رو کجا دور بندازیم. باتری مواد ارزشمند و مهم داره. بنابراین به نفعمونه که این مواد رو یه جور احیا کنیم و هر چند بار که میشه به کار بگیریم. دولت بریتانیا از مؤسسه فارادی که یک مؤسسه پژوهشی ملی و مستقل باتریه، خواسته با پیشبرد فناوری باتری به گسترش خودروهای برقی کمک کنه. دانشگاه بیرمنگام متولی یکی از پروژه‌های بازیافت باتری با مؤسسه فارادی. به دلایل مختلف میشه خوشبین بود که این فرایندها رو میشه کاراتر و بهتر کرد و این نکته خیلی مهمیه، چون اساساً کل هدف انقلاب الکتریک اینه که جلوی تولید دی اکسید کربن گرفته بشه. در حال حاضر فقط چند جا در دنیا میتونن باتری لیتیوم یون خودروهای برقی رو بازیافت کنن. شرکت اومیکور در بلژیک باتری وسایل کوچکتر مثل گوشی و لپتاپ رو بازیافت میکنه. اخیراً باتری خودروهای برقی رو هم به مجموعه بازیافتیاش اضافه کرده. در اصل ترکیبی از متالورژی آبی و حرارتیه. یک فرایند منحصر به فرده که تماماً همینجا تکمیلش کردیم و میتونیم کوبالت، نیکل، لیتیوم، مس و بقایای عناصر نایاب رو پالایش کنیم. نکته اینی که همه این فلزات رو میشه تا ابد بازیافت کرد. هیچ یک از خواستشون رو از دست نمیدن و میشه باز در جای دیگری به کارشون گرفت. بازیافت معقول ترین کاری که میشه با باتری خودروهای کهنه انجام داد. اما به این نکته هم توجه داشته باشید. باتری که دیگه برای خودرو کاربرد نداره ممکنه جای دیگه به درد بخوره و دیگه بازیافت نخواد. مثلا بخشی از برق ورزشگاه آمستردام از باتری های کهنه خودروهای نیسان لیف تامین میشه. همین فناوری رو میشه برای برق‌رسانی به خونه ها و حتی برای برق‌رسانی اضطراری در مناطق آسیب دیده به کار گرفت. خیلی از باتری هایی که از روی ماشین باز میکنیم ممکنه برای روندن ماشین مناسب نباشن، ولی راحت 10 سال دیگه در جای دیگه برای ذخیره انرژی به کار بیان. چه استفاده مجدد باشه چه بازیافت، همه این فناوری ها هدفشون اینه که رانندگی آسیب کمتری به محیط زیست بزنه. درسته که بیشتر باتری‌ها 8 سال یا برای 160 هزار کیلومتر وارانتی دارن، ولی این معناش این نیست که بعد 8 سال باید خودرو رو انداخت دور. تجربه ثابت کرده عمر باتری خودروهای برقی خیلی خوبه و این وارانتی صرفاً برای آرامش مشتریه. یکی از نگرانی‌های کسانی که میخوان خودروی برقی بخرن اینه که کجا باید شارژ کرد. قبل از هر چیزی بگم که خودروی برقی رو میشه با برق خونه هم شارژ کرد، با همین پریزای معمولی، اما ممکنه مثلا 8 ساعت یا بیشتر طول بکشه. یک باتری متوسط حدوداً 50 کیلووات ساعته. شارژ کامل همچین چیزی در خونه حدوداً 7 پوند یا حتی کمتر تموم میشه. بسته به اینکه چه خودروی برقی داشته باشیم، مسافت‌های مختلفی رو میشه با شارژ کامل طی کرد. مثلا مدل جدید رنو زوی در شرایط واقعی حدود 320 کیلومتر میره. یکی از تفاوت‌های مهم خودروهای برقی با خودروهای معمولی بازدهیشون در شهر و در اتوبانه. خودروی برقی در اتوبان بازدهیش کمتره تا توی شهر.
به خاطر اینکه ترمز کمتره و موتور برقی توی اتوبان به مراتب تندتر میچرخه. چون گریبوکس یا جعبه دنده نداره، توی جاده مسافت کمتری میره تا توی شهر. باتری رنوزوی 52 کیلووات ساعتیه، یعنی حدوداً کیلومتری 3-4 پنس در میاد. همون مدل خود رو اگه بنزینی یا دیزلی باشه، هر کیلومتر بین 11 تا 15 پنس در میاد. بنابراین برق معمولاً ارزون تره، حدوداً نصف تا یک سوم بنزین و دیزله. همه خودروهای برقی با یک سرعت شارژ نمیشن. البته الان این موضوع چندان مهم نیست، چون بیشتر 10,000 تا ایستگاه شارژ بریتانیا جز شارژهای کندن. ولی یه نوع جدید شارژر هم هست که باتری خودرو رو به طرز شگفت‌انگیزی سریع شارژ میکنه، به شرط اون که خودروتون قابلیت استفاده از اون شارژر رو داشته باشه. بیشتر ایستگاه های شارژ سریع بریتانیا مثل اونایی که اونجا میبینید 50 کیلووات هن. معناش اینه که یک خودروی برقی معمولی رو میتونن بین نیم ساعت تا 45 دقیقه به 80% شارژ برسونن. البته بستگی به شرایط داره. اما این ایستگاه های خیلی خیلی سریع که اینجا میبینید ظاهران همین کار رو در 8 دقیقه انجام میدن. ادعای ما اینه که شارژ با توان بالا درست مثل پر کردن باک ماشین بنزینیه. هیچ فرقی نداره. به همون سادگی و بی‌دردسری. فقط یک مشکل کوچولو داره. هیچ کدوم از خودروهای برقی که تا امسال تولید شدن قابلیت شارژ اینقدر سری رو ندارن. در نتیجه پمپ به طور خودکار سرعت شارژ رو میاره پایین و خودش رو با ظرفیت خودرو هماهنگ میکنه. این مدل که تازه عرضه کردیم با 150 کیلووات در حدود نیم ساعت یا یکم کمتر شارژ میشه. یه مدت دیگه، حدوداً یک سال دیگه، یه مدل دیگه میاد به بازار که با این شارژهای سری زیر 10 دقیقه شارژ میشه. قرار از الان تا پایان سال آینده میلادی 40 تا از این شارژرهای سری در جاهای مختلف بریتانیا نصب بشن تا دست کم بعضی از برقی سوارا بتونن خودروشون رو سریعتر شارژ کنند. هرچند که یکی دو سال دیگه کار داره تا بتونن از تمام توان این شارژرهای جدید بهره مند بشن. و اما بریم سراغ گوگل که اخیراً در نیویورک برنامه داشت و همچنین گوشی پیکسل جدیدش رونمایی کرد با چند تا چیز دیگه. پیکسل 4 و پیکسل 4 اکسل اخیراً رسماً به بازار آمده. جدیدترین و قویترین گوشی همراه گوگل حتی یک حالت اخترعکاسی هم داره برای عکس گرفتن از آسمان شب. اینطوری که میگن به طور خودکار 15 تا عکس با سرعت دیافراگم خیلی پایین میگیره. کل فرایند حدود 4 دقیقه طول میکشه. گوگل در نیویورک از یک بلندگوی هوشمند جدید هم رونمایی کرد به اسم نست مینی. نست مینی یک تراشه اضافه داره. سازندش گفته با این تراشه میتونه دستورها را به جای اینکه بفرسته به سرور خودش پردازش کنه. آخرین نمونه هدفون پیکسل بات هم در همین برنامه رونمایی شد. گوگل میگه این هدفون اگه از گوشی به اندازه یک زمین فوتبال هم فاصله داشته باشه بهش وصل میشه. در همین برنامه سرویس استریمینگ بازی کامپیتیشن هم تبلیغ کردند. قرار است 19 نوامبر فعال بشه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.